رئیس انجمن شیعیان کشور بورکینافاسو طی سخنانی گفت شیعیان این کشور در مقایسه با فرقه های اسلامی دیگر از آزادی دینی و عقیدتی بسیار کمتری برخوردار هستند شیخ الیاس یحیا ضمن اشاره به وضعیت نابسامان فعالیت های تبلیغی و دینی شیعیان در بورکینافاسو گفت متاسفانه از زمان روی کار آمدن رئیس جمهور جدید و همچنین تغییر کابینه دولت این کشور شاهد آن هستیم که فعالیت های دینی و امور تبلیغی شیعیان تا حدی قابل توجه کاهش یافته است او همچنین افزود در شهر واگادوگو به عنوان پایتخت و برخ دیگر از شهرهای بزرگ این کشور شیعیان برای اینکه بتوانند مراسم های مذهبی خود از قبیل دعای ندبه احیای شبهای قدر دهه اول محرم و غیره را برپا کنند نیازمند آن هستند تا از وزارت امور دینی این کشور مجوز دریافت کنند و جالبتر آنکه برای اخذ این مجوز باید هزینه پرداخت کنند وی در ادامه با اشاره به حمایت های دولت از اهل تسنن افزود این در حالی است که دیگر مذاهب در این کشور از آزادی مطلق برخوردارند و بدون هیچ مزاحمتی مراسم و آینهای مذهبی خود را برگزار می کنند. شیخ الیاس یحیی ضمن انتقاد از حکومت جدید این کشور خاطر نشان کرد در دولت پیشین بورکینافاسو وضعیت شیعیان به مراتب بهتر از دولت کنونی بود و حتی هر, هر سال از جانب دولت بودجه هرچند محدود برای شیعیان کشور و انجمنها و تشکلهای شیعی در نظر گرفته میشد عضو ارشد مجلس اسلامی بورکینافاسو افزود ما مطلع هستیم رئیس جمهور فعلی بورکینافاسو با برخی از سران ارتش نیجریه رابطه دارد و چه بسا طرح تحت فشار قرار دادن شیعیان در بورکینافاسو نیز از مقامات کشور نیجریه سرچشمه میگیرد و آنان از مسئولان بورکینافاسو خواستند تا برای شیعیان این کشور وضعیتی مشابه با وضعیت شیعیان مظلوم در نیجریه ایجاد کنند این روحانی شیعی در پایان گفت اخیرا در نامه خطاب رئیس جمهور بورکینافاسو خواسته ایم در رسیدگی به وضعیت شیعیان کشور تجدید نظر کند و ما نیز مانند سایر مذاهب از آزادی کامل برخوردار شویم.